لطه فراوانه داشت و ای در کمتر خواننده ها ما اقدر گستردگی ده سراغ داریم که از عهده هر یک از این شاخه ها به همطور مهارت برآمده بتانه. استاد سراهنگ به مو مهارت و تسلطی که یک راگ مشکله می سرود، به مو مهارت و تسلط یک خواندن فولکلوریک می خواندن، همطور یک درجه بالاتر از او کمپوزهایی که خودشان می ساختن، کمپوزهای عادی و بعد از او غزل و بعد از او هم تمری که از لحاظ مهارت و مشکلی یک پایه مشکل تر نسبت به غزل هست و همطور هم کلاسیک و ترانه را که در انجام هر خواندن کلاسیک غزل می بود. یک خصوصیتی که او را ممکن است همه شنونده ها و علاقه منده های سراهنگ درک کرده باشند، حسن انتخاب غزل سراهنگ است که واقعا غزل های بسیار زیبا را انتخاب میکردن از هر شاعری که خب سر و کارش بیشتر با شاعرهای کلاسیک و شاعرهای طراز اول بوده و از اونها اشعار خوبی را انتخاب میکرد و همون طرز را یا در قالب طرزی که اونها را می آورد واقعا موزون می بود و این چیز ما در کمتر هنرمندا سراغ داریم. بسیار یک چیز عادی را آسوده صاحب شما شاید ملتفت شده باشند که خواننده ها مثلا یک غزل شاده با قالب طرز تراژیک مندازن می خوانند یا برعکس غزل تراژیک با یک آهنگ شاد میخونه. امی نقیصه در استاد سراهنگ هیچ دیده نشده، همیشه غزل های خوب و ناب انتخاب کرده و در قالب های طرز خوب ناره جاگزین ساخته. به هر حال در حسه خود ما فقط موقع گفته میتونم که یعنی از خواندن های فولکلوری گرفته تا خواندن های کلاسیکش همگیش با نهایت برای زندگی خوانده شده و گمان نکنم بتره کسی باشه که انگشت انتقاد به طرفش گرفته بتانه یا خلای یا نارضایی در خواندنهایش در آثاری که امروز در چی در آرشیف رادیو چی در آرشیف تلویزیون و یا در جاهای دیگه به صورت خصوصی و یا در دستگاهایی که یک وقت زمانی ثبت میکردن و عالم ثبت میکنن، گمان نکنم بتره اثر وجود داشته باشه که آدم بتونه بگه که این نارسایی در آغاز یا در انجام کار سراهنگ بوده باشه، روحی شاد باشه. خب از محترم مدرسی سیبم خواهش میکنیم که با ارتباط با چند پروگرامی که مثلا استاد سراهنگ مرحوم سالها پیش به نام دیوانگول و محفل و کلاسیک موسیقی در رادیو داشتن و شما مصاحبه های هم داشتیم با استاد در ضمن پروگرام و چند کلمه هم در قسمت قانون طرب مجموعی که یا رسالی که ضمن موسیقی استاد تعریف و ارتباطیف کرده بود. بسیار تشکر. پیرامونی است مسئله مشخص، من به صورت فشرده ایتون عرض میکنم که پروگرام های دوانگون محفل استاد شنده عزیز نشناسم که در خلال غزل های را استاد میخواندن، منطقه صحبت های ما و استاد در پروگرام بسیار کم بود، فقط غزل معرفی میشد شاعریش و همون راگ یا مقامی که غزل در چوکاتی خوانده میشد که تمامی اون برنامه ها ثبت است و حفظ است در آرشیف ما که سعی میکنیم باز یک بار دیگه اونها رو تکرار بکنیم در آینده و پروگرام های موسیقی کلاسیک استاد رو هم شنونده عزیز سالها شنیدن. ما در محدوده تقریبا حدود سه سال این برنامه ها رو نشر کردن و استاد راه رو معرفی میکردن، تشریحات مفصل میدادن تا جایی که برای شنونده امکان گرفتنش از توی کمواج رادیو بود، بسیار ساده و فشرده و بعد راگ ها رو میخوندن.
خب اجازه بتین با شنونده گرامی خود یک توتی از می دیوانگور محفله که سالها پیش نشر می شد بشنیم. استاد جان کدام غزل انتخاب کنیم؟ غزل صاحب تبریزی. صاحب تبریزی؟ بله. کدام غزلشه؟ غزلیست که دیده زنده دلان عشق فشان می باشد. دیده زنده دلان عشق فشان می باشد. آب از قوت سرچشمه روان می باشد. آب از قوت سرچشمه روان. بسیار در دل پیر تمنای جوان بسیار است. این بهاری است که در فصل خزان خب مرحله سپ شما گپایتون ادامه بدین و مسئله سوم سوم قانون طرف فرمودین که سالها قبل استاد این رساله را تعلیف کردن که در مجله پشتون جغی وقت چاپ شد که من فکر میکنم در نوع خود نه تنها یگانه اثر ادبی یا هنری ادبی هنری بگیم در کشور ماست. خب ادبی اگر نباشه هنری 100% هست، در نوع خود بی نظیر هست، در نوع خود منحصر به فرد است که اگر خواسته باشه کسی از او استفاده بکنه فراوان میتونه استفاده بکنه در جهت آموختن راگ ها تال ها تات ها و راگمی های مختلفی که وجود داره. یعنی همون هستی اساسی رساله قانون طرب بر علاوه از این که مثلا موسیقی را با کم و کیفش یعنی راگ ها و راگنی ها و تو چیز ها معرفی میکنه چی هست بکی؟ یعنی مزیت از پیترش مزیت اساسی شما طور که من ارز کردم انگیزه که استاد برانگیخت بر تعلیف یا تصنیف یه اساس بسیم بر. خوب شما خبر دارین شنوندای عزیز آگاهی دارم که اگر من اشتباه نکنم در تاریخ موسیقی کلاسیک در کشور ما استاد با سواد دانشمند همونطور که دکتر صاحب فطرت فرمودند با ابعاد گسترده مثل استاد سراهنگ نداشتیم، یک واقعیت بودند. ولاز استاد سراهنگ سعی کردند که بالاخره یک سلسله کارها و یک سلسله راگها را از مغز بیرون بکنند و بروی کاغذ و بروی کتاب و بروی رساله پیاده بکنند. یعنی ما به صورت نوشته همین چیزها را داشته باشیم که در تاریخ خود نداشتیم. واقعیت همیست، یک مؤخذ ما برای موسیقی کلاسیک نداشتیم چاپی، مؤخذ چاپی که اونو بالاخره یک رساله چاپ شد و ایراغ ها رفت آم رفت آراغ آمد را وادی را سموادی را تات را همش در روشه به توضیح و مفصل توضیحات داده شده که چیز بسیار خوبی بخلیم به مجلی آواز یا پشتون جغ وقت بخلیم به اونجا هم نشد. و یک خوبی دیگه که ای علاوه رو که اونجا نشر شده یعنی در خود پروگرام هایی که به پرودوسری آقای مددی اینا نشر می شد در اونجا هم استاد به قدر کافی تشریحات و توضیحات می دادن مثلا کسایی که علاقه‌مند بودن